بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونوّر فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى أتباعي آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعاي روز هجدهم ماه مبارك ميخانيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره. مهمترين بركة السحر إنك خدا توبه کنندگان رو میپذیره، مثل همون کسی که شب جمعه حتی یعقوب از خدا خواست، یعنی فرزندانش رو وعده داد، گفت که سوف استغفر لک ربی، شب جمعه که بشه سحرگاه جمعه برای شما از خدا استغفار میطلبم. یعنی ایشون امید داشت در سحرگاه جمعه خدا از فرزندانش بگذره. پس توبه تائبین، استغفار کنندگان در سحر جمعه از مهمترین برکت. ما هرچی بلا میبینیم از سر این گناه، از این گناه هایی که انجام میدیم، مثل بارون بلا میاد سر هممونم میگیره. خب برای این گناه ها باید چاره جست، باید جدی شد، و بهترین وقتش وقت سحره. حالا در عبارت داره این که جوری استغفار میکنن این که خدا متحشون کرده، و بالاسحار هم یستغفرون، اینا رو خدا طوری متح کرده، اینایی که خدا متحشون کرده اینا که انهم اسلف الجرائم فی اوله، انگار سر شب یه مش گناه کردن، آخر شب شده گرفتنش، بردنش پیش سلطان حاکم، الان میخواد حکم کنه راجبش. اینجوری استغفار میکنه مثل که یه خانم گناهکار، گناه ها رو سر شب انجام داده، نه گناهی که یادم رفتن، گناهی که سر شب انجام داده. اینطور در محضر الهی از خدا توبه بطلبی در وقت سحر. یکی این برکت برکت سحرها اینه. دیگر برکت سحرها، از برکت سحرها سحری خوردنه. می فرماید که ملائکه برای دو گروه صلوات می فرستن، یعنی براشون صلوات می طلبن از خدا، یکی مستغفرین، دیگر متسحرین، یعنی کسی که سحری می خورن. یکی از اخلاق عجیب و شیرین خدا اینه که مثلا ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، همطور که خدا دوست داره شما شب قدر استغفار کنی، تضرع کنی، صدرکعت نماز بخونی، خدا دوست داره که شما سحری بخوری با خانومه با بچه ها. صلوات میفرستن رسما، ملائکه صلوات میفرستن بر کسانی که سحری میخورن. میگه حتی یه لیوان آبم شده برو یه لیوان آب بخور، بالاخره اسمش بشه که سحری خوردی. باز حالا برکات دیگه هم داره، مثل نماز شب خوندن که امام هادی خیلی جمله قشنگی گفتن، گفتن که اینجور تو دنیا مردم با اولاد و اموال یه سر و گردن از دیگران برترن، در دنیا اینجوری فرزند بیشتر داشته باشی یا پول بیشتر، در آخرت سر و گردن بالاتر بودن از دیگران به این است که 8 رکعت نماز بیشتر داشته باشی در آخرش. و
آیه قرآن هم قشنگه، و قلیل من اللیل ما یهجعون، میگه شبای کمی از دستشون در رفته که نماز شب نخوندن، و قلیل من اللیل ما یهجعون، کم شب پیش آمده که خواب بمونه. بعد فرمودیم که برکات اسحار، البته خب دعای بها هست اینا، خیلی وقت سحرهای ماه رمضان رو باید غنیمت شما. و نور فیه قلبی به ضیاء انواره، خدایا دل من رو روشن کن، این دل تاریک نباشه، پدر آدم در بیار با این دل تاریک، نفهم حمار عجل کن، انسان دلش نفهم نباشه، این الاغ نباشه، اینو امروز از خدا بخوایم که دل من روشن بشه، روشن بشه بفهمم من عین فی عین الی عین، از کجا آمدم، کجا هستم، چیکار دارم میکنم، کجا باید برم، تکلیفم چیه، استعملنی بما تسالنی فیه غدا، به اون کاری من مشغول کن که فردا میپرسی. خب نور فیه قلبی، بعد نورهای مختلفی هست، الان ماه رمضان ما میتونیم از این انوار بهره ببریم، ضیاء انواره، دعای افتتاح هست، دعای بها هست، ابو حمزه هست، تعقیبات نماز نمازها هست، و این انوار مختلف رو ما سفرش پهن شده، اینا برای روحمون هدیه بیاریم و روحمون نورانی بشه. یکی رفته به محضر امام رضا، بعد به آقا گفته بودیم که منو بفهمون من کیم، من شخصیتم چیه، بعد از محضر مازا بیرون اومده بود و یک شخصی تو همون مسیر او رو دید و این متوجه شد که خیلی داره بهش توجه میکنه، اومد نزدیکش که مثلا کاری داره، برگشت اون آقا بهش گفت و خیلی به من برخورد، این آقا به جایی که سلام کنه اینطور داره به ما نگاه میکنه، یه ها این کلمه رو گفت، منم راه ادامه دادم ولی تو خودم مونده بودم که این چی بهم گفت، قدم هایی برداشتم یه ها متذکر شدم من لازم امروزا خواسته بودم که شخصیتم و روحم رو به من معرفی کنه، من چیم، من اجلکم الله از نفهمی من شبیه میدونم به این حیوان دراز باشم. باز در ادامه دعا، و خذ بكل اعضائي الى اتباع آثاره، خدایا این روزه و این ماه مبارک بر تمام اعضای من برکت داشته باشه. ببینید الان درخواست برای روح شد که انوار درش قرار بده، خدا برای جسم هم یه خدایا به تمام عضوها، یعنی چشمم، کبدم، کلیم، معدم، دستم، تمامش از آثار این ماه برکت پیدا بکنه که عافیت دیگه، یعنی شما سالم میشی، صحو صومو تصحو، سالم سازیه، یک ماه عافیت. بنده برای خودم پیش اومد که تعجب کردم، از وقتی روزه رو شروع کردم دندانم حساسیت داشت، حساسیتش برطرف شده که برام عجیب بود که مثلا تا اینجا روزه حتی دندانت رو هم عافیت میده. بله، بعد میگه بنوری که یا منور قلوب العارفین، بنور بها و جلال خودت، خودت خدایا این کار رو بکن، تولا قلوب تولا الله ریاضتها، یعنی خدایا صناعت من، ساخت من را، آدم شدن من را، چه روح و روان چه جسم، به دست خودت باشه، ای کسی که عارفین خودت را خودت نورانی میکنی. اللهم نبهنا من نومة الغافلین و ثبتنا على ولاية امیر المؤمنین و عرف لنا نفسك یا اله السماوات والارضین، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.